پاییز، ای چرخ بس لیل و نهار آوردی، گه فصل خزان گه بهار آوردی. امروز برگی بر زمین افتاد که هرگز به شاخه بر نگشت. این از شروع فصل پاییز، زمانی که پنجره را باز میکنی متوجه میشوی که پاییز با غربتش آمده است. پاییز امانند دیگر فصلهای سال زیبایی خود را دارد. این طبیعت زیبا هم از نعمتهای پروردگار است. این فصل رنگارنگ است که از برگهای طلایی، هوایی سرخ و سبز که فصل آن را زیباتر ساخته است، با هوای معتدلش در این فصل دسته دسته برگهای درختان که از شاخه جدا شده با رنگهای زیبایشان هم با بادهای ملایم در حرکتند و به زمین پراگنده می شود. که کار رفتگران را زیاد می سازد که برگهایی که در زمین ریختن جمع آوری کنند. صدای ریزش برگها یک احساس تازه را برای انسان می دهد. این ریزش برگهای رنگارنگ که فرش زمین می شوند زیر قدمهای من صدای خشخشی که نیمه خشک و کاملا خشک شده آن صدای دلانگیز دارد که گاهی عوض می کنی که در کوچه ها یا خیابان ها را بروی و آن را بشنوی و ببینی که برگهای رنگین چیزی با رقص کنان اشاخها جدا شده به سر و اطرافتان پراگنده می شود یا به سر می ریزد. این فصل زیبا نعمت خداوند است که به ترتیب تکرار می شود که اولین هان بهار زیبا، دومین تابستان آفتابی، سومی خزان برگریزان، چهارمی زمستان است. غروب پاییز چی دلانگیز است. شام غربتش، شبهای طولانیش برای بعضی ها دلگیر و برای بعضی ها لذت بخش است که هر کدام خاطرات خود را به جا میگذارد. در این سیومین فصل یا فصل پاییز میوه های مخصوص این فصل مانند انار، انگور، خرمالود و غیره طعم خاص خود را دارد که به نام میوه های پاییزی یاد می شود. در این فصل هوا کم کم سرد شده، تغییرات ساحت روزها کوتاه‌تر می شود. این فصل پاییز زمین را برای کشت بهاری آماده می سازد. با فرارسیدن این فصل بعضی ها آمادگی های خاص خود برای رسیدن فصل زمستان می گیرند. کشاورزان حاصل کشت خود را جمع‌آوری کرده و خود را آماده می سازند برای زمستان. کشاورزان کشت کار خود که نتیجه آن را می گیرند یا به اهدافشان که تلاش و همت کردن با کمک همدیگر سریع تر به اهداف خود برسند جمع‌آوری می کنند. در این فصل زیبا کم کم هوا سرد می شود. شرشر باران، بادهایی که می وزد ما را به رویاها سوق می دهد. که می خواهی کنار پنجره استاده و یا نشسته به بیرون نگاه کنی و این زیبایی را احساس کنی. چقدر لذت بخش است. در پاییز در اروپا مردمان این سرزمین بعد از رخصتی های تابستانی طولانی که تقریبا 6 هفته را در بر می گیرد نرمال بازگشت می کنند و کار و بار خود دوباره شروع می کنند. زمانی که به کاشانه خود بازگشت کردند، زندگی خود را نرمال آغاز کردند و در این وقت اولادهای اینها مکاتبی که در این ماه دوباره سال جدید تعلیمی خود را شروع می کنند. در این فصل جشنهای خزانی شروع می شود که به نام جشن اکتوبر فست یا اکتوبر یاد می شود. مکاتب ابتدایی جشنهای خاص خود را دارند که یکی از آنها به نام جشن سیب زمینی یا جشن کچالو است. به این ترتیب جشن می گیرند و همه شاگردها در مجموع با فامیل های محترمشان دوستانشان در این جشن سهم می گیرند. البته این جشن سیب زمینی قسمی است که تمام کچالو یا سیب های زمینی تازه که از زمین جمع آوری شدند در ساحل دریا یا پارک های کنار دریا که وجود دارد آنجا رفت و چوب‌های خشک که در دور پیش آن قرار دارد از درخت‌ها فرو ریختن آنها را جمع‌آوری کرده و آتش می‌زنند و از هارد خمیر تیار می‌کنند که سیب زمینی را با آن پوشانیده و داخل آتش می‌گذارند. بعد از 10 الا 15 دقیقه آن را بیرون آورده و از خمیر جدا می‌کنند و با ماست و یا بعضی چیزهای دیگری که خودشان تهیه می‌کنند نوش جان می‌کنند. البته این جشن با موزیک خاص وطنی خودشان تا غروب دوام می‌کند. پایکوبی اطفال هم زیاد جالب است که من هم به نوبه خود با اولادای خود
خود تجربه کردم که فراموش ناشدنی است. شاگردان این سرود را زمزمه می کنند و پرندگان بگویید شاخه شما را فراموش نمی کند. پاییز آخر حرف درخت نیست. پاییز را با این جشن ها ادامه می دن تا فصل دیگر طبیعت تکرار خود را ادامه بدهد، یعنی زمستان. تشکر از این که این ویدیو را مشاهده کردید. اگر دوست داشتید لایک و سابسکرایب کنید. ممنونم.